فیلیپ راس نویسنده بزرگ آمریکایی را از چهره‌های خلاق ادبیات معاصر جهان می‌دانند. چاپ دوم برگردان فارسی رمان شوهر کمونیست من به قلم این نویسنده به ترجمه فریدون مجلسی اخیراً منتشر شده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، فیلیپ راس چه کارنامه‌ای داره؟ در سال 1933 به دنیا آمده، در سال 2018 درگذشت. خب همونطور که شما گفتین از بزرگترین و خلاق‌ترین نویسندگان دنیا هست در عصر ما و همچنین خب طبیعتاً ادبیات انگلیسی زبان و به خصوص ادبیات آمریکایی. اون در آمریکا به دنیا آمد، در یک خانواده یهودی اروپایی تبار به دنیا آمد و در واقع در بخش‌های متوسط یا کم درآمد جامعه. اما خب درس خوند، رفت دانشگاه شیکاگو، اونجا درس خوند، بعد همونجا هم مثل استاد تدریس ادبیات میکرد، در دانشگاه پنسیلوانیا هم ادبیات تطبیقی درس میداد و قبل از اینها هم البته به مدت 2 سال در ارتش آمریکا سربازی که خدمت کرده بود. و اولین کتاب او خداحافظ کولومبوس و 5 داستان کوتاه که در سال 1959 منتشر شد او رو به شهرت رساند. در این کتاب ما میبینیم که او با یک نگاه با طنز بسیار زیبا، تیز و هوشیاری و همچنین با یک زبان بسیار شوخ طبعانه به قول معروف زندگی یهودیان رو در آمریکای پس از جنگ تصویر میکنه. این کتاب جایزه کتاب ملی آمریکا رو گرفت، جایزه بسیار مهمی هستش. اولین رمانش هم با عنوان راههای اثر بسیار رئالیستی بود که به مسائل اجتماعی اخلاقی دهه 50 آمریکا میپرداخت. او جایزه های بسیاری گرفت، جایزه ملی منتقدان کتاب، جایزه پن فاکنر، جایزه ملی کتاب آمریکا همونطور که گفتم، جایزه پولیتزر، جایزه فرانس کافکا، جایزه ادبی منبوکر و از نامزدهای دریافت جایزه نوبل بود. در واقع او از نسلی بود که نوجوانیش رو در دوران جنگ سرد گذروند، دورانی که دنیا دو قطبی بود و آمریکا علیه شوروی تبلیغات بسیاری میکرد و هر دو طرف به اصطلاح دنیا رو با خطر جنگ هر لحظه مواجه میکردند و در این حال او تجربه های زیستی مختلفی رو گذرون، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش دگرباشان جنسی، جنگ ویتنام، سرکوب معترضان به جنگ ویتنام و همه این تجربه ها رو درونی کرد و بعد رسید به این نقطه که اون رویای آمریکایی، اون بسا آرمان شخصی که هر آمریکایی میتونه تو ذهنش داشته باشه در واقع وجود نداره و این یک ویرانه هستش. در آثار او بیشتر رخدادهای اجتماعی سیاسی رو منعکس میکنه و در این حال او خیلی بسا همون شیبه بسیار خوبی رو به کار میگیره که شخصیت‌های داستانش رو در معرض خطرهای بیرونی قرار میده، رویدادهای بدی که رخ میدن و در این حال اون تشویش‌های درونی و تضادهای درونی. این ترکیب میتونه یک پیرنگ بسیار خوندنی فراهم بکنه، جذاب و واقعی و خواننده رو به دنبال خودش بکشه. اغلب آثار به فارسی ترجمه شده اما متأسفانه با سانسور وحشتناک، برای که او در این حال صحنه‌های به اصطلاح جنسی همخوابگی رو خیلی خوب تشریح میکنه و بدبختانه در ایران هم که اجازه چاپ این چیزا رو نمیدن، بنابراین اکثر آثارش با سانسور به دست خواننده ایرانی میرسه. خب آقای سرکوهی، بریم سراغ رمان شوهر کمونیست من. چه داستانی داره، چه فضاهایی رو به تصویر کشیده؟ دورانی است که مک‌کارتی هست، دورانی است که به اصطلاح یک کمیته درست کرده بودن به نام کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی و می‌خواستن تصفیه بکنن جامعه آمریکا رو از کسانی که اونها کمونیست یا چپ می‌پنداشتند و در واقع از نیروهای مترقی جامعه و طبیعتاً تیغ حمله متوجه هنرمندان نویسندگان بود. می‌دونیم که هالیوود تصفیه شد، بسیار نویسندگان ممنوع کار شدن، کارگردانان هنرمندان و در این کتاب خیلی هم آشنا در واقع صحنه‌ای در این کتاب است که آدم یاد دورانی میاد که شوراهای تصفیه بعد از انقلاب درست شده بود و آدم ها رو اخراج میکردن به این عنوان که مسلمان نیستین، نمیدونن، تعهد ندارین و خیلی و خیلی. این تصویر بسیار خوبی به دست میده که چگونه در واقع در پوشش مبارزه با کمونیسم اینها میخواستن اون ارزش‌های محافظه‌کارانه رو بر جامعه آمریکایی تحمیل بکنن و کتاب بر اساس خیلی نثر روایی خوبی داره، بر اساس محاوره نوشته شده و بسیار خوندنی. بسیار سپاسگزارم فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید. منم از شما متشکرم.